أي رجل يتكلم في الصحابة رضوان الله عليهم؟ هر شخصی که درباره صحابه سخن میگه نسأل از اون میپرسیم هل انت من المهاجرين ممن هاجر قبل فتح مكه من مكه الى المدينه؟ از اون میپرسیم که آیا تو از مهاجرینی هستی که قبل از فتح مکه از مکه به مدینه مهاجرت کردند؟ لابد ان يقول لا. قطعا میگه نه. ثم نسأل ايضا. سپس ازش میپرسیم که نقول هل انت من الانصار الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا؟ آیا تو از جمله انصار هستی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه استقبال کردند و به اون بزرگوار نصرت و یاری رسوندند؟ لابد ان يقول لا. قطعا خواهد گفت نه. نقول نحن نشهد انك لست من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم. اونجاست که ما میگیم ما شهادت میدیم و گواهی میدیم که تو از جمله کسانی نیستی که الله متعال درباره اونها این گونه فرموده که والذین جاءوا من بعدهم، یعنی نحن من اتى بعد الصحابه، که الله متعال درباره اونها فرموده و کسانی که بعد از اونها میان و پیرو اون بزرگواران هستند. یقولون و میگویند ربنا اغفر لنا، دعا میکنند پروردگارا ما را بیامرز، ولی اخواننا، و برای برادران ما اونها رو هم بیامرز، الذين سبقونا بالإيمان، که در ایمان بر ما سبقت و پیشی گرفتند، لهم الفضل في السابق للإيمان في الهجرة والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، اونها که در زمینه ایمان آوردن، هجرت کردن و یاری رساندن به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فضیلت سبقت گرفتن رو دارند. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، و همچنان که دعا میکنند که در دلهای ما نسبت به اینها که دارای سبقت در اسلام و هجرت و نصرت هستند هیچ کینه‌ای قرار نده. نعم، اذا اما ان يكون من المهاجرين، لذا کسی که سخن میگه یا باید از جمله مهاجرین باشه، او من الانصار، یا از جمله انصار، او ممن يقول كما امر الله، یا از جمله کسانی باشه که دعاش همین هست که الله متعال اونها رو ذکر کرده و دعاشون رو برشمرده. غیر هذا منافق، نسأل عافیه السلام. کسی که از این سه دسته نباشه، از جمله مهاجرین، از جمله انصار، یا از جمله پیروانی که از مهاجرین و انصار به خوبی یاد میکنن و براشون دعا میکنن، در جرگه چهارم و دسته چهارم قرار میگیره که جرگه و گروه منافقان خواهد بود. والله لا يصنع هذا لا اليهود ولا النصارى، قسم به الله که حتی یهود و نصارا هم اینگونه نیستند که از صحابه بدگویی بکنند. لو تسأل اليهود، اگر از یک یهودی سوال بکنی که عن اصحاب موسى عليه الصلاه والسلام، به عنوان مثال درباره اصحاب موسی علیه السلام بپرسی، لا يمكن ان يقول الا ان الذين كانوا مع موسى عليه الصلاه والسلام هم افضل القوم، قطعا یک یهودی خواهد گفت که برترین مردمان اصحاب موسی هستند، کسانی که با موسی علیه السلام هم صحبتی داشتند. ولا يمكن عندما تسأل النصارى من أفضل النصارى من أفضل القوم، لا يمكن أن يقولوا إلا الذين كانوا مع عيسى عليه الصلاة والسلام. فاگر از یک نصرانی سوال بکنی که برترین مردمان چه کسانی هستن، امکان نداره که کسانی غیر از یاران عیسی علیه السلام رو نام ببره، بلکه خواهد گفت که یاران عیسی علیه السلام بهترین مردمان هستن. فكيف نريد أن يكون اليهود والنصارى أفضل منا؟ چطور راضی میشیم به این که یهود و نصارا در این زمینه از ما بهتر باشند؟ لا يمكن ان يكون الذين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الا افضل القوم، اینجاست که باید بگیم و تصریح بکنیم به این که یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهترین مردمان هستند. اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الله متعال اونها رو برای هم صحبتی با پیامبر خودش برگزید. لا يمكن أن يقول غير هذا إلا منافق، نسأل عافية السلام. کسی که سخنی غیر از این بگه او از جمله منافقان خواهد بود. لأنه بهذا، زیرا منافقان بدین طریق يسب رب العالمين،
در حقیقت رب العالمین رو ناسزا میگند و یسب الدین و در حقیقت به دین ناسزا میگند و یسب النبی صلی الله علیه و سلم و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دشنام میدند و یسب الصحابه که به صحابه دشنام میگند اذا كل من سب الصحابه فقد سب الله و سب دین الله و سب النبی صلی الله علیه و سلم و سب الصحابه رضی الله علیهم والله اعلم. لذا کسی که به صحابه دشنام میده در حقیقت به الله، به دین الله و به رسول الله دشنام میده و بدین ترتیب در زمره دشنام دهندگان به صحابه قرار میگیره.